بعد کنفرانس خبری بازی پرسپولیس و فولاد، پرسپولیسی‌ها یه دو ساعتی تو رخکن بودن، ظاهرا یه سری حرف و حدیث ها اونجا رد و بدل شده، یه سری اتفاقات افتاده اونجا. یحیام تو کنفرانس اعلام کرد که آقا ما بازیکن می‌خوایم، به آقای درویش هم گفتیم که بازیکن می‌خوایم، ایشون هم مثلا اینکه گفته خیلی نمیتونیم بازیکن بگیریم. من نمیدونم واقعا اگر این اتفاق افتاده باشه و این جمله رو آقای درویش گفته باشه که من نمیدونم پس واسه به چه دلیلی اومده. اگر اومده چرا نمیتونیم بگیریم؟ همون اگر منابع مالی ندارن، خب اینو از قبل باید فکرشو می‌کردن، نه اینکه الان بیایم وارد بشیم بگم سلام علیکم من مدیر عامل باشگاهم خیلی خوب ولی پول ندارم. خب آقا بچه‌ اومدی پس نه واقعا این نمیشه. ولی اگر نه منابع مالی دارند و به حال دنبال بازی، اون یه بحث جداگانه ایه، نمیدونم. ولی به هر ترتیب آقای درویش هم ظاهرا یه مصاحبه کردن، گفته بودن که یحیی از ما بازیکنی خواسته که 5 میلیون دلار قیمتش بوده، که آقای یحیی دیروز تاکسی بشه گفت ما اصلا همچین بازیکنی تو لیستمون نبوده. به هر حال این کشاکشا به هیچ جایی نمیرسونه فوتبال ما رو. پارسال استقلال رو بذارین جلوی چشتون، نسبول عینه به قول معروف، دو سال به نوعی دو سال استقلال دو سال کشید از همش اتفاق. مدیر عامل درگیر بود یا با کادر فنی و... یا با هیئت مدیره، همش تو این داستانا بودن، آسیبش رو استقلال دید. حالا یه همچین ورژنی اومده الان تو پرسپولیس، حالا به جای هیئت مدیره و مدیر عامل سرمربی و مدیر عامل انگار قهر با هم دیگه، اون قهر و آشتی چند روزه یحیی، اینم داستانای این شکلی. نمیدونم واقعا چرا این اتفاق افتاده. مثلا اینکه یحیی گل محمدی خودش رو اثبات کرده، هم به پرسپولیس هم به پرسپولیس هم به فوتبال کشور، توان فنیش، دانشش، نوع مربیگریش همش مشخصه. یعنی حسن سابقه ای که در کسوت مدیریت، کسوت سرمربیگری پرسپولیس داره، کلی تونسته کمک بکنه.